موږ ټول هم چې ورګانو ټول ادارات ویلید. جنرال عبدالرازق دست کم 10 بار از حملات مخالفین مسلح جان سالم بدر برد، اما در حمله امروز پس از نشست امنیتی در دفتر والی در قندهار، زمانی که مقام‌های امنیتی در حال خداحافظی بودند، در تیراندازی یک فرد مسلح جان خود را از دست داد. در قندهار خلق تا تسلیت او غم شریکی ولندکم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری ساعاتی پس از کشته شدن آقای رازق اعلام کرد که مقام‌های ارشد امنیتی برای بررسی رویداد به قندهار رفتند. ژنرال رازق که در سال 2011 فرمانده پلیس قندهار شد، به عنوان برند تأمین امنیت این ولایت مشهور شده بود. چهره‌ای ضد طالب و سیاست‌های پاکستان در افغانستان. در سال 2014 به سربازانش دستور داده بود هیچ اسیری را زنده پیشش نیاورند. یک کس که ما را با گولی میزنه، ما نمیتونیم که ما را با گل بزن. سال گذشته هم در مصاحبه با بی بی سی گفت کسی را که برای او و افرادش اسلحه بکشد زنده نمیگذارد. قندهار خاستگاه طالبان در جنوب افغانستان در چند سال گذشته فضای نسبتاً امنی داشته. مردم این ولایت بخشی از این امنیت را نتیجه عملکرد این جنرال می‌دانند. فرمانده پلیسی که در عین حال متهم به نقض حقوق بشر در برخورد با مخالفین مسلح بوده، اتهامی که او اما رد کرده است.